بسم الله الرحمن الرحیم. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوبار به او خواهیم داد و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده ایم. ای زنان پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان عادی دیگر نیستید. اگر پرهیزگاری کنید پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است طمع کند و سخن شایسته بگویید و در خانه های خود بمانید و به شیوه جاهلیت نخستین زینت های خود را آشکار نکنید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید. خداوند قطعا می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد و آنچه را در خانه هایتان از آیات خداوند و حکمت خوانده می شود یاد کنید. بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان باخشوع و زنان باخشوع، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند، و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است. برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی الله و رسولش به کاری فرمان می دهند در برابر آن فرمان اختیاری برای خیش قائل باشد و هر که از الله و رسولش نافرمانی کند در گمراهی آشکاری گرفتار شده است. به یاد آور زمانی را که به زید بن حارثه، کسی که الله به او نعمت اسلام داده بود و تو نعمت آزادی بخشیده بودی، به نصیحت می گفتی همسرت را نگاه دار و از الله پروا کن. تو در دل خود مطلبی را در مورد ازدواج با زینب پس از طلاقش پنهان می داشتی که الله آن را آشکار نمود و از سرزنش مردم می ترسیدی، حالان که الله سزاوارتر است که از او بترسی. پس هنگامی که زید نیاز خود را از وی به پایان برد و طلاقش داد، او را به ازدواج تو درآوردیم تا رسم جاهلی را براندازیم و هیچ گناهی نباشد که مؤمنان با زنان پسرخوانده هایشان که از آنان کام گرفتند و طلاقشان داده اند ازدواج کنند و فرمان الله همواره انجام می پذیرد. پیامبر در انجام آنچه الله برایش حلال نموده هیچ گناهی مرتکب نشده است. این کار سنت الهی است و درباره پیامبرانی که پیشتر بوده اند نیز صدق می کند و فرمان الله همواره سنجیده و دقیق است. همان پیامبرانی که پیامهای الهی را به مردم ابلاغ می کنند و تنها از او می ترسند و از هیچ کس جز او ترسی ندارند و الله برای محاسبه اعمالشان کافی است. محمد پدر هیچ یک از مردان شما از جمله زید نیست، بلکه رسول الله و خاتم پیامبران است و بدانید که الله همواره از هر چیزی آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید و به پاکی بستایید. اوست که بر شما درود می فرستد و فرشتگانش نیز دعایتان می کنند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببرد و الله نسبت به مؤمنان همواره مهربان است. تحیت آنان در روزی که با او دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش ارزشمندی آماده کرده است. ای پیامبر،
ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و دعوت کننده به سوی خداوند به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و مؤمنان را بشارت ده که برای آنها از سوی خداوند فضل بزرگی است و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را واگذار و به آنان اعتنایی نکن و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آن که با آنها هم بستری کنید طلاقشان دادید، پس ادعی برای شما بر آنها نیست که شما آن را بشمارید، لذا آنها را با هدیه مناسب بهره‌مند سازید و به نیکوترین وجه رهایشان کنید. ای پیامبر، ما همسرانت را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم و نیز کنیزانی را که خدا به تو ارزانی داشته است و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران داییت و دختران خاله‌هایت که با تو هجرت کرده اند، ازدواج با آنها برای تو حلال کرده ایم و نیز زن مؤمنی را که اگر خود را به پیامبر ببخشد، اگر پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. این حکم ویژه توست نه دیگر مؤمنان. به راستی که ما می‌دانیم آنچه را که بر آنها درباره همسرانشان و کنیزانشان واجب کرده ایم، تا بر تو هیچ حرجی نباشد و خداوند آمرزنده مهربان است. نوبت هر یک از همسرانت را که بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی می توانی نزد خود جای دهی و اگر هر یک از آنان را که نوبتش به تأخیر افتاده جویا شوی و بخواهی او را نزد خود جای دهی، هیچ گناهی بر تو نیست. این رفتار مناسب تر است به اینکه چشمشان روشن شود و اندوهگی نباشند و همگی از زمانی که عادلانه به آنان اختصاص می دهی خوشنود گردند. و الله می داند که شما مردان درباره محبت بیشتر به برخی زنانتان چه در دل دارید و الله دانای بردبار است. از این پس دیگر ازدواج با هیچ زنی برای تو حلال نیست و نباید برخی از همسرانت را طلاق دهی تا همسر دیگری به جایش برگزینی، حتی اگر زیبایی آنان مورد میل و پسندت باشد، به استثنای کسانی که به صورت کنیز در اختیار تو هستند و الله همواره بر هر چیزی مراقب است. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه های پیامبر داخل نشوید مگر آن که برای صرف غذا دعوت شده باشید، بی آن که با ورود پیش از موعد در انتظار فرارسیدن وقت غذا بنشینید، بلکه هنگامی که شما را فراخواندند وارد شوید و پس از صرف غذا پراکنده شوید و سرگرم بحث و گفتگو نشوید. بی گمان این رفتار پیامبر را می آزارد و او از ابراز این موضوع در برابر شما شرم دارد، ولی الله از بیان حق شرم ندارد. همچنین هنگامی که از همسران پیامبر درخواستی دارید، از پشت پرده از آنان بخواهید و پرده را بالا نزنید و یا یکسره وارد خانه نشوید. این کار برای دلهای شما و ایشان پاکتر است، نیز سزاوار نیست که رسول الله را بیازارید. و هرگز پس از پیامبر با همسرانش ازدواج نکنید، این کار در پیشگاه الله گناهی بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید، بدانید که الله از هر چیزی آگاه است. بر آنان گناهی نیست که در حضور پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان همدینشان و بردگانشان بدون حجاب باشند. و ای زنان، از خدا بترسید، قطعاً خداوند بر همه چیز گواه است. بیگمان خدا و فرشتگانش بر پیام بر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید
و سلام بگویید، سلامی نیکو. همانا کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می دهند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده کرده است. و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هیچ گناهی که مرتکب شده باشند آزار می دهند، به راستی بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را برخیش فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده مهربان است. اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است و شایع پراکنان در مدینه از کار خود باز نایستند، یقینا تو را بر ضد آنها می شورانیم و بر آنها مسلط می گردانیم، سپس جز اندکی در کنار تو در آن نباشند، طرد شدگانند، هر کجا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی کشته خواهند شد. این سنت خداوند است در باری کسانی که پیش از این گذشتند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. ای پیامبر، مردم تو را از زمان قیام قیامت می پرسند. بگو علم آن تنها نزد الله است و تو چه می دانی شاید که قیامت نزدیک باشد؟ بی تردید خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش سوزان آماده کرده است که جاودانه در آن خواهند ماند، هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. روزی که صورتهایشان در آتش جهنم گردانیده شود پشیمان می شوند و می گویند ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و رسول خدا را اطاعت کرده بودیم. و گفتند پروردگارا، ما از سربران و بزرگان خود اطاعت کردیم، پس ما را از راه به در بردند و گمراه کردند. پروردگارا، آنها را از عذاب دوچندان ده و آنها را به لعنتی بزرگ و سخت لعنت فرما. ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، آنگاه خداوند او را از آنچه در حق او گفته بودند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و صاحب منزلت بود. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن درست و حق بگویید تا خداوند کارهایتان را برایتان اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد. و هر کس که از خدا و پیامبرش اطاعت کند، یقیناً به کامیابی عظیمی نائل شده است. همانا ما امانت خیش را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه داشتیم، پس آنها از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را بردوش گرفت که او بسیار ستمکار نادان است. تا سرانجام خداوند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذیرد و از گناهانشان درگذرد و خداوند آمرزنده مهربان است. سوره سبأ جزء 22. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست و ستایش در سرای آخرت نیز از آن اوست و او حکیم آگاه است. آنچه را که در زمین فرو می‌رود و آنچه را که از آن بیرون می‌آید و آنچه را که از آسمان نازل می‌شود و آنچه را که در آن بالا می‌رود می‌داند و او مهربان آمرزنده است. و کسانی که کافر شدند گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد. ای پیامبر بگو آری،
به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که حتما به سراغ شما خواهد آمد، به اندازه ذره‌ای در آسمان ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است، تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد، آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است، و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند، برای آنان عذابی از کیفر دردناک خواهد بود، و کسانی که به ایشان علم داده شده است می دانند آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند پیروزمند ستوده هدایت می کند. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا مردی به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و کاملا متلاشی و پراکنده شدید، همانا شما بار دیگر در آفرینش تازه ای خواهید بود؟ آیا بر خدا دروغ بسته یا به او دیوانگی است؟ چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند. آیا به آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آنان از آسمان و زمین است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو می بریم یا تکه ای از آسمان را بر سر آنان می افکنیم، بیگمان در این نشانه ای برای هر بنده بازگشت کننده ایست. و به راستی ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم، گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او در تسبیح گفتن هم آواز شوید، و آهن را برای او نرم کردیم و به او دستور دادیم که زره های بلند و فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگه دار و کار شایسته انجام دهید، همانا من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را طی می کرد و شامگاهان مسیر یک ماه را، و چشمه مس مذاب را برایش روان ساختیم، و از جن کسانی را مسخر کردیم که به فرمان پروردگارش در پیش او کار می کردند، و هر که از آنان که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشندیم. سلیمان هرچه می خواست جنها برایش می ساختند، از قبیل معبدها و تمثالها و کاسه هایی همچون حوزها و دیگ های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود. و به آنها گفتیم ای آل داوود، سپاس این همه نعمت را به جا آورید و اندکی از بندگان من سپاس گذارند. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم، کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت مگر جنبنده زمین که عصایش را می خورد. پس چون بر زمین افتاد، جنیان دریافتند که اگر غیب می دانستند در آن عذاب خار کننده نمی ماندند. همانا برای قوم سبا در مساکنشان نشانه ای بود، دو باغ بزرگ از راست و چپ، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گذارید، شهریست پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. پس آنها روی گرداندند، آنگاه سیلی ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو باغ پرمیوه‌شان را به دو باغ بی ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شور گز و اندکی از درخت کنار مبدل ساختیم. این کیفر را به خاطر آنکه ناسپاسی کردند به آنها دادیم، و آیا جز ناسپاسان را مجازات می‌کنیم؟ و میان آنها و قریه‌هایی که برکت داده بودیم، قریه‌هایی آباد و به هم پیوسته بر سر راه قرار دادیم، و در میان آنها آمد و شد مقرر داشتیم،
و به آنها گفتیم در این آبادی ها با امن و امان شبها و روزها سفر کنید. پس گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن، و برخیشتن ستم کردند. پس ما آنها را داستانهایی برای عبرت دیگران قرار دادیم و آنان را سخت پراکنده ساختیم. بیگمان در این ماجرا برای هر صبر کننده سپاس گذاری نشانه هایی است، و یقینا ابلیس گمان خود را درباره آنها درست یافت. پس همگی از او پیروی کردند جز گروه اندک از مؤمنان، و او را بر آنان هیچ سلطه ای نبود مگر این که خواستیم معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می آورد از کسی که او از آن در شک و تردید است. و پروردگار تو بر همه چیز نگاهبان است. ای پیامبر بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود می پندارید به فریاد بخوانید، آنها هم وزن ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمین مالک نیستند و در آفرینش و تدبیر آن دو هیچ شرکتی ندارند، و او از میان آنها یاور و پشتیبانی ندارد، و شفاعت نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که او خود برایش اجازت داده باشد تا زمانی که اضطراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود. گویند پروردگارتان چه گفت؟ گویند حق را فرمود و او بلند مرتبه بزرگ است. ای پیامبر به مشرکان بگو چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می دهد؟ در پاسخ بگو الله، و ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم. بگو شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم باز خواست نمی شوید، و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید باز خواست نمی شویم. بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد می آورد، سپس در میان ما به حق داوری می کند، و او داور داناست. بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید. هرگز چنین نیست، بلکه او خداوند پیروزمند و حکیم است. و ای پیامبر ما تو را برای همه مردم جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند و می گویند اگر راست گویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ بگو میعاد شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می گیرید. و کسانی که کافر شدند گفتند ما هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم و نه به آن که پیش از آن بوده. ای پیامبر اگر ببینی در روز قیامت هنگامی که ستمکاران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب رسی نگه داشته شده اند از حال آنها به شگفت می آیی. برخی از آنها سخن برخی دیگر را پاسخ می دهند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد. کسانی که به استضعاف کشیده شده اند به کسانی که استکبار و سرکشی نمودند گویند اگر شما نبودید ما قطعا مؤمن بودیم. کسانی که سرکشی و تکبر کردند به کسانی که به استضعاف کشیده شده اند گویند آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد؟ هرگز، بلکه شما خود مجرم بودید. و مستضعفان به مستکبران گویند بلکه مکر و حیله شب و روز شما سبب شد که از هدایت باز مانیم. هنگامی که به ما دستور می دادید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم، و هنگامی که عذاب الهی را ببینند پشیمانی خود را در دل پنهان دارند، و ما قلها در گردنهای کسانی که کافر شدند بگذاریم، آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ ما در هیچ قریه ای هشدار دهنده ای نفرستادیم
مگر اینکه متنعمان آنها که مست ناز و نعمت و قدرت بودند گفتند بی تردید ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم، و گفتند اموال و اولاد ما از شما بیشتر است و این دلیل آن است که خدا از ما خشنود است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ و یا تنگ می کند و این نشانه محبت و رضایت خداوند نیست، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند و اموالتان و اولادتان چیزی نیستند که شما را نزد ما نزدیک و مقرب سازند جز کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند، پس اینان پاداش مضاعف در برابر کارهایی که انجام داده اند دارند و آنها در غرفه های بلند بهشتی در امن و امان هستند، و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به ستوه می آورند اینان در عذاب احضار می شوند. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می گرداند و یا برای او تنگ می سازد، و هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید پس او عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. و به یاد آور روزی را که خداوند همه آنان را برمی انگیزد، سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ فرشتگان گویند تو منزهی، تنها تو ولی و کارساز ما هستی نه آنها، آنان هرگز ما را پرستش نمی کردند بلکه جن و شیاطین را پرستش می کردند، بیشترشان به آنها ایمان داشتند. پس امروز برخی از شما برای برخی دیگر مالک هیچ سود و زیانی نیست، و به کسانی که ستم کردند میگوییم بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب میکردید. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود گویند این محمد جز مردی نیست که میخواهد شما را از آنچه نیاکانتان میپرستیدند باز دارد، و گویند این قرآن جز دروغ بزرگی که به هم بافته شده نیست. و کسانی که کافر شدند هنگامی که حق به سراغ آنها آمد در باری آن گفتند این قرآن جز سحری آشکار نیست، و ما پیش از این چیزی از کتابهای آسمانی را به آنها نداده ایم که آن را بخوانند و بر اساس آن تو را تکذیب کنند، و پیش از تو هیچ هشدار دهنده ای به سوی آنها نفرستادیم، و کسانی که پیش از آنها بودند نیز پیامبران ما را تکذیب کردند در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنها داده بودیم نرسیده اند، آنگاه آنها پیامبران مرا تکذیب کردند، بنگر مجازات من چگونه بود. ای پیامبر بگو همانا من شما را به یک خصلت اندرز می دهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا برخیزید، سپس بیندیشید که این همنشین شما هیچ گونه دیوانگی ندارد، او برای شما جز هشدار دهنده ای پیشا پیش عذاب شدید نیست. ای پیامبر بگو هر مزدی که از شما خواسته ام پس آن برای خود شما باد، پاداش من تنها بر عهده خداوند است و او بر همه چیز گواه است. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم حق را بر قلب پیامبران خود می افکند، آن پروردگاری که دانای غیب هاست. ای پیامبر بگو حق آمد و معبودان باطل نه آفرینش را آغاز می کند و نه دوباره باز می گرداند. ای پیامبر بگو اگر من گمراه شوم تنها بر زیان خودم گمراه می شوم، و اگر هدایت یابم پس به خاطر آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می کند، یقینا او شنوای نزدیک است. و ای پیامبر اگر ببینی هنگامی که مضطرب و نگران شوند
آنگاه رهایی از عذاب نباشد و از جای نزدیکی گرفته شوند تعجب خواهی کرد و در آن حال گویند به آن قرآن ایمان آوردیم ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دست یابند در حالی که آنها پیش از این در دنیا به آن کافر شدند و از جای دور نادیده و بدون آگاهی تیری می افکندند و میان آنها و آنچه می خواستند جدایی افکنده شد همان گونه که از پیش با امثال آنها انجام شد بیگمان آنها سخت در شک و تردید بودند. سوره فاطر جزء 22. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد و ستایش مخصوص خداوند است، آفریننده آسمان ها و زمین، کسی که فرشتگان را رسولانی قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه، هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید. بیگمان خداوند بر هر چیزی تواناست. هر رحمتی را که خدا برای مردم بگشاید کسی نمی تواند که بازش دارد و آنچه را باز دارد کسی جز او نمی تواند آن را روان سازد و او پیروزمند و حکیم است. ای مردم، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. آیا آفریننده ای جز الله هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ و اگر تو را تکذیب کنند، غمگین نباش، همانا پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. ای مردم، یقیناً وعده خدا حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. مسلماً شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیرید. او فقط از پیروانش دعوت می کند تا همه از اهل آتش سوزان جهنم باشند. کسانی که کافر شدند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. آیا کسی که کردار بدش برای او آراسته شده پس آن را نیک و زیبا می بیند همانند کسی است که چنین نیست؟ پس بیگمان خداوند هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می کند. پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف و حسرت بر آنان از بین برود. بیشک خداوند به آنچه انجام می دهند داناست و الله کسی است که بادها را فرستاد، آنگاه آن بادها ابرها را برمی انگیزد. پس آن ابرها را به سوی سرزمین مرده راندیم، آنگاه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم. برانگیختن مردگان از گورها نیز چنین است. کسی که خواهان عزت است پس بداند که عزت همگی از آن خداست. سخن پاکیزه به سوی او بالا می رود و خداوند عمل صالح را بالا می برد و کسانی که نقش و نیرنگ های بد می کشند برای آنها عذاب سختی است و نیرنگ و نقش های بد آنها نابود می شود و خداوند شما را از خاک سپس از نطفه آفرید، آنگاه شما را جفت های یکدیگر قرار داد و هیچ ماده‌ای باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و هیچ سال خورده ای عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه در کتاب لوح محفوظ ثبت است. بیگمان این کارها بر خدا آسان است و آن دو دریا یکسان نیستند، این یکی آب شیرین و گواراست که نوشیدنش خوشگوار است
و آن یکی شور و تلخ است و از هر دو گوشتی تازه می خورید و از آنها چیزهایی زینتی بیرون می آورید که می پوشید و کشتی را در آن دریا می بینی که آبها را می شکافد و به سوی مقصد خیش پیش می رود تا از فضل خدا روزی بجویید و شاید که سپاس گذارید. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است. این است الله پروردگار شما، فرمان روایی از آن اوست و کسانی را که به جای او می خوانید هم وزن پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای خواندن شما را نمی شنوند و به فرض اگر بشنوند به شما پاسخ نمی گویند و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و هیچ کس مانند خداوند آگاه خبردارت نمی کند. ای مردم، شما همگی به خدا نیازمندید و تنها خداوند است که بی نیاز ستوده است. اگر بخواهد شما را از بین می برد و آفرینش تازه ای می آورد و این کار بر خداوند دشوار نیست و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و اگر شخص گرانباری دیگری را برای حمل بار گناه خود بخواند چیزی از آن بار برداشته نمی شود هرچند خیشاوند نزدیک او باشد. تو ای پیامبر، تنها کسانی را هشدار می دهی که از پروردگارشان در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هر کس پاک گردد و تقوا پیشه کند پس بداند که تنها به سود خیش پاک شده است و بازگشت همه به سوی خداست. انا بینا و بینا هرگز برابر نیستند و نه تاریکی ها و نور و نه سایه و باد سوزان و هرگز زندگان و مردگان یکسان نیستند. بیگمان خداوند هر کس را بخواهد می شنواند و تو ای پیامبر نمی توانی سخنت را به درگور خفتگان بشنوانی. تو جز هشدار دهنده ای نیستی. یقینا ما تو را به حق بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر آن که در میان آن هشدار دهنده ای آمده و گذشته است و اگر تو را تکذیب کنند چیز تازه ای نیست. همانا کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. پیامبرانشان با دلایل روشن و نوشته ها و کتاب روشنگر به سراغ آنها آمدند. سپس کسانی که کفر ورزیدند فرو گرفتم. پس بنگر مجازات من چگونه بود؟ آیا ندیدی همانا خداوند از آسمان آبی نازل کرد که به وسیله آن میوه هایی با رنگ های گوناگون از زمین بیرون آوردیم و از کوه ها نیز راه هایی به رنگ سفید و سرخ رنگارنگ و به غایت سیاه پدید آوردیم و همچنین از مردم و جنبندگان و چهار پایان با رنگ های مختلف پدید آوردیم. جز این نیست که از میان بندگان خدا دانایان از او می ترسند. بی تردید خداوند پیروزمند آمرزنده است. بیگمان کسانی که کلام خدا را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند به تجارتی پرسود که هرگز زیان و کساد ندارد امید دارند تا خداوند پاداش آنها را به تمامی بدهد و از فضل خود بر آنها بیفزاید. بیگمان او آمرزنده سپاسگزار است. و ای پیامبر، آنچه از این کتاب به تو وحی کردیم حق است که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است. یقینا خداوند به حال بندگانش آگاه بیناست. سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم. پس برخی از آنان بر خود ستم کردند
و برخی از آنان میان رو بودند و برخی از آنان به فرمان خدا در نیکی ها پیش تازند. این همان فضل و بخشایش بزرگی است. پاداش آنها باغ‌های جاویدان بهشتی است که به آن وارد می‌شوند. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌گردند و لباس‌هایشان در آنجا حریر است و گویند حمد و ستایش مخصوص خداوند است که اندوه را از ما دور کرد. یقیناً پروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است. همان کسی که از فضل خیش ما را در این سرای اقامت جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمی رسد و در آنجا هیچ خستگی به ما نمی رسد و کسانی که کافر شدند برای آنها آتش جهنم است. نفرمان مرگ بر آن صادر شود تا بمیرند و راحت گردند و نه چیزی از عذابش از آنها کاسته شود. این گونه هر ناسپاسی را کیفر می دهیم و آنها در آن آتش فریاد می زنند: پروردگارا ما را بیرون آر تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم. آیا انقدر شما را عمر ندادیم که پند گیرندگان در آن پند گیرند و هشدار دهنده نیز به سراغ شما آمد؟ پس طعم عذاب را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. بیگمان خداوند دانای نهان آسمان ها و زمین است و همانا او به آنچه در درون سینه هاست داناست. او کسی است که شما را در زمین جانشینان پیشینیان قرار داد. پس هر کس که کافر شود او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و دشمنی در نزد پروردگارشان چیزی نمی افزاید و نیز کافران را کفرشان جز زیان چیزی نمی افزاید. ای پیامبر بگو آیا معبودانتان که به جای خدا می خوانید دیده اید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه در آفرینش آسمان ها شرکتی دارند یا به آنها کتابی داده ایم که آنها دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچ یک از اینها نیست، بلکه ستمکاران جز فریب به یک دیگر وعده ای نمی دهند. بی تردید خداوند آسمانها و زمین را نگه می دارد از آنکه از نظام خود منحرف شوند و اگر منحرف گردند، کسی جز او نمی تواند آنها را نگه دارد. بیگمان او بردبار آمرزنده است و کفار قریش با محکمترین سوگندهایشان و با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که اگر هشدار دهنده ای برای آنان بیاید از هدایت یافته ترین امتها خواهند بود. پس چون پیامبر هشدار دهنده ای بر آنان آمد جز فرار و نفرت از حق چیزی بر آنان نیفزود. اینها به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشان بود و نیرنگ های بد جز دامنگیر صاحبانش نمی گردد. آنگاه آیا آنان چیزی جز سنت و شیوه خدا با پیشینیان را انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت و شیوه خداوند دگرگونی نمی یابی. آیا آنها در زمین نگشته اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ در حالی که آنان از اینان نیرومندتر بودند و هیچ چیزی در آسمانها و زمین نیست که خدا را ناتوان سازد، بیگمان او دانای تواناست. و اگر خداوند مردم را به سبب آنچه که انجام داده اند مجازات کند، هیچ جنبنده ای را بر روی آن باقی نخواهد گذاشت، ولیکن آنها را تا زمانی معین به تأخیر می اندازد. پس هنگامی که اجل آنها فرا رسد، یقینا خداوند به بندگانش بیناست. سوره یاسین جزء 22. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
یا سین، سوگند به قرآن حکیم که تو قطعاً از پیام بران ما هستی و راه راست قرار داری. این قرآن فرو فرستاده خداوند پیروزمند و مهربان است تا گروهی را هشدار دهی که نیاکانشان هشدار نیافته اند، پس آنان غافلند. به راستی فرمان الهی بر بیشتر آنان تحقق یافته است، پس آنان ایمان نمی آورند. بیگمان ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم، پس آن قلها تا چانه هاست، لذا سرهایشان را بالا نگاه داشته است و پیش روی آنان سدی و از پشت سرشان نیز سدی قرار دادیم. آنگاه دیدگان آنان را پوشاندیم، لذا آنان نمی بینند. و ای پیامبر، بر آنان یکسان است چه آنها را هشدار دهی و یا هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند. ای پیامبر، تو تنها کسی را هشدار می دهی که از این پند پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی گرامی بشارت ده. یقینا ما ایم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از اعمال نیک و بد کس پیش فرستاده اند و آثار و گام هایشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر شمار کرده ایم. و ای پیامبر، برای آنها مثال و داستان مردم آن قریه را بزن. چون رسولان ما بدانجا آمدند، آنگاه که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، پس آنان را تکذیب کردند، سپس با فرستادن سومی آن دو را تقویت کردیم، پس گفتند همانا ما به سوی شما فرستاده شده ایم. آنها در پاسخ گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی را نازل نکرده است، شما فقط دروغ می گویید. پیامبران گفتند پروردگار ما می داند که ما قطعاً به سوی شما فرستاده شده ایم و بر عهده ما جز رساندن پیام آشکار نیست. آنها گفتند بیگمان ما شما را به فال بد گرفته ایم، اگر دست بر ندارید البته سنگ سارتان خواهیم کرد و از سوی ما عذاب و شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید. پیامبران گفتند شومی و فال بدتان با خود شماست، اگر به شما پند داده شود چنین میگویید و به فال بد میگیرید، بلکه حقیقت این است که شما مردمی اسرافکار هستید و مرد مؤمنی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من، پیامبران خدا را پیروی کنید، کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی کنند و خودشان هدایت یافته اند. و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است؟ همه به سوی او بازگردانده می شوید. آیا غیر از او معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند رحمان بخواهد به من زیانی برساند، شفاعت آنها چیزی را از من دفع نمی کند و مرا نجات نخواهند داد؟ اگر چنین کنم یقیناً آنگاه من در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به پروردگارتان ایمان آورده ام، پس سخنان مرا بشنوید. پس او را شهید کردند، به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی شدگان قرار داده است.